سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید جود بلینگام بیشتر از سایر ستاره های ریال مادرید شفته الیا توپوریا قهرمان پرونز یو اف سی نشان داد که مهمان این باشگاه در سانتیاگو برنابیو بود رسانه های آلمانی بعد از شکست دورتموند مقابل هافنهایم به شدت به جیدون سانچو حمله کرده و او را بهترین بازیکن مسابقه می‌داند. با اعلام رسمی لیگ برتر و با باشگاه ایورتون جریمه کسر در امتیاز این باشگاه به با کاهش شش امتیازی تغییر یافت هشت بازیکن مختلف در شش بازی اخیر گلزنی کردند تا بزرگترین نگرانی جاوی رفت شود اما او حالا باید از بین این بازیکنان آماده سه نفر را به خط حمله بفرستد شنبه و یک شنبه فوتبال آلمان اتفاق بی سابقه را در طول تاریخ خود تجربه کرد بارسلونا قرارداد لامین یامال ستاره 16 ساله خود را تا سال 2030 تمدید خواهد کرد ویجیل فندایک از کسب قهرمانی جام اتحادیه به عنوان کاپیتان سرخ خوشحال است قبل از این که بریم به ادامه ای گزارش کانال را سابسکرایب کنید ویدیو را لایک کنید با دوستانتان شریک سازید و همچنین کمیت های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید الیا توپوریا قهرمان گرجستانی اسپانیایی دست پروزن وزن دیشب برای تماشای دیدار ریال مادید و سویا به عنوان مهمان ویژه ریال مادید در ورزشگاه سانتیاگو برنابه و حضور داشت این ستاره ورزش های رزمی که متولد گرجستان است و در حال حاضر ملیت اسپانیایی دارد و در این کشور زندگی میکند. او با پیروزی خیره کننده مقابل الکساندر ولکانوفیسکی و ناک آوت کردن او موفق شد رکورد به را به 15 پیروزی و صفر شکست افزایش شده و قهرمان پروزن یو اف سی بشود. هواداران ریال مادرید که دیشب برای تماشای دیدار تیمشان در سانتیاگو برنابه و حضور داشت پیش از شروع مسابقه زمانی که بلندگوهای ورزشگاه اعلام شد تو پولیا روی سکوها حضور دارد از او به گرمی استقبال کردند در پایان مسابقه تو در رخکن برنابه و به جمع ستاره های ریال مادرید رفت و البته سرخو راموس کاپیتان سابق ریال مادرید که در حال حاضر برای سویا بازی می کند هم فرصت را برای عکس گرفتن با این قهرمان یو اف سی مناسب دید اما گزارش های رسانه های اسپانیایی هاکی است که جود بلینگام ستاره انگلیسی ریال بیش از همه بازیکنان این تیم از حضور توپولیا در رخکن خوشحال بوده و بارها به با همه یادآور شد که عاشق یو سی و شخص ایلیا توپولیا است زمانی که جدون سانچو بعد از درگیری با ایریک تنهاق در منچستر یونایتد به صورت قرضی به دورتموند منتقل شد اکثر رسانه ها و هواداران از بازگشت او به با تیم خوشحال بودند و منتظر بودند سانچو به روزهای اوجش با پیراهن زرد رنگ برگردد اما سانچو که تا امروز نه در دوره دوم حضورش در دورتموند برای این تیم گلزنی کند در جریان شکست سیدوی دیشب مقابل هافنهایم عملکرد خوبی نداشت رسانه های آلمانی امروز این ستاره انگلیسی را هدف شدیدترین انتقادها قرار داده و میگویند اگر عنوان بهترین بازیکن میدان وجود داشت دیشب بدون شک و تردید باید به با جدون سانچو تعلق می گرفت. سانچو در پنجره نقل و انتقالات جنوری به صورت قرضی از یونایتد به دورتموند پیوسته و با بازی دیشب مقابل هافنهایم هفتمین بازی او به با پیراهن این تیم بود. او در اولین بازی هایش دو پاس گل داد و همین باعث شد محبوبیت سانچو در سیگنال ادونا پارک افزایش پیدا کند اما از بازی دوم به با بعد سانچو شاهد افول عملکردش در میدان و کاهش شدید محبوبیتش روی سکوها بود در یکی از شدیدترین حملات رسانه‌ای با سانچو روزنامه در ویستن نوشت دورتموند وقت سانچو در جنوری برگشت خیلی خوشحال بود و می گفت به سرمون که اشتباه کرده و تیمش را ترک کرده بود به خانه برگشت اما با گذشت چند هفته هیچ نشانه ای از آن شور و بین زردها دیده نمی شود هوادارانی که انتظار داشتند او دیشب مقابل هافنهایم بالاخره پایش به با گلزنی باز شود اما با یکی از بدترین عملکردهای تاریخ بوندسلیگا مواجه شدند اگر مثل بهترین بازیکن میدان عنوان بهترین بازیکن میدان هم داشتیم بدون شک متعلق به سانچو بود سانچو که دیشب فکس به میدان رفته بود تا دقیقه 75 در زمین حضور داشت و سپس شد او در این 75 دقیقه نشوت شوت به سمت دروازه شلیک کرد و نه حتی یک گل سال موفق برای هم تیمی هایش داشت این آمار نشان میدهد باید برای رسانه های آلمانی و خشمشون از ستاره انگلیسی حق داد تا ماه گذشته یکی از گلایه های مهم جاوی در مورد ضعف در گلزنی بود این که مهاجمانش به فرصت های خوب را از دست میدهند و این به تیم شده است حالا ولی اوضاع تغییر کرده به خصوص که کلینیک باجگو به با تدریج در حال تخلیه شدن از مستمون است در واقع تنها مهاجمی که در اختیار مربی نیس فرانتورس است که بازگشتش طول نمی کشد آخرین مصدومان که ریکاوری کردن رافینیا و جاوفلیکس بودند آنها با اشتیاق بازگشتند و تاثیر مثبتشان در تیم محسوس است هر دو در پیروزی مقابل خطافت تعیین کننده بود و دو گل اول را به ثمر رساندند روبرت لیواندوسکی بار دیگر به با یک قاتل واقعی در محبته جریمه تبدیل شده است اگرچه او مقابل خطافه گل نزد اما ستاره لیستانی در پنج بازی پنج گل زده است برای جاوی بازگشت بهترین مهاجمش به فرم خوب یک محبت واقعی است لامینیا مال که گلزن خوب نیست اما در مقابل گرانادا در بل کرد که شکست بارسا شد حتی ویتور روکه نیز با دو گل مقابل اوساسونا و آلاویس پیشرفت خود را نشان داد وقت نوبت به گلزنی می شود بازیکنان دیگر نیز به مهاجمان می در مقابل خطافه فرانکی دیانگ و فرمین بودند و قبلا گندگان نیز با آنها ملحق شده بود هشت بازیکن مختلف در شش بازی اخیر گلزنی کرده اند که این نشانه بسیار خوب برای بارسا در حساس ترین مقطع فصل است در همین حال بارسلونا سرانجام پس از هشت بازی متوالی در یک ماه گذشته روز شنبه به لامینیامال استراحت داد شک نیست که حضور این نوجوان بهترین اتفاق سال 2024 برای بلوگرانا بوده است آنها در تابستان تلاش خواهند کرد تا برخی از نامهای بزرگ خود را بفروشند و حسابهای مالی خود را متعادل کنند اما لامینیامال یکی از آنهایی خواهد بود که به هر قیمت میخواهند در تیم نگه دارند حداقل یک بند آزادسازی یک میلیارد یورویی در قرارداد یامال وجود دارد و این قرارداد تا سال 2026 اعتبار دارد با این حال موندو دیپورتیو گزارش میدهد که هواداران بارسا نباید در تابستان آینده نگران آینده او باشند بارسا با خورخ مندس توافق کرده تا در پایان فصل 2025 که یامال 18 ساله می شود قرارداد او را تا سال 2030 تمدید کند یامال قبل از این تاریخ فقط میتواند تواند قرارداد سه ساله امضا کند این توافق باید آینده لامین یامال را تا سنه 24 سالگی تضمین کند در حالی که هنوز برای گفتن این حرف زود است و بارسا هم بارها تجربه کرده که معصومیت ها مانع راه ستودهای نوجوان شده اما اگر یامال به خوبی مدیریت شود میتواند چهره بارسا برای دهه بعدی باشد برای اولین بار در بوندسلیگای دو یعنی دسته دوم در تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه ها از بوندسلیگای دسته اول پیشی گرفت در هفته اخیر 284643 تماشاگر در تمام مسابقات حضور داشتند که در مقایسه با 26.1009 تماشاگر در بوندسلیگا بیشتر بود چیزی که قبلا هرگز در تاریخ اتفاق نیفتاده بود این یک واقعیت تکان دهنده است به خصوص که قولهای پر هوادار مانند بایر مونیخ و دورتموند در دسته اول فوتبال آلمان بازی می کند در آلمان اشتیاق و وفاداری به تیم ها خالصانه است اخیرا بعد از اعتراضات گسترده هواداران در ورزشگاه های مختلف با ورود سرمایه گذاران خارجی به فوتبال آلمان مخالفت شد بوندسلیگا دو پنجمین لیگ با بهترین تماشا کرد در رابندی میانگین بهترین تماشاگر در ورزشگاه ها بوندسلیگا دو از لیگ یک فرانسه پیشی گرفته و با میانگین تماشاگران 28353 نفر تنها پس از لالیگا سری آ لیگ برتر و بوندسلیگا قرار دارد لیورپول در بازی فینال جام اتحادیه پس از تساوی در وقتهای معمولی موفق شد با گل دقیقه 118 ویرجیل فندایک به برتری یک بر صفر دست پیدا کرده و جام قهرمانی را از خود کند فندایک پس از پایان بازی گفت با تیم افتخار میکنم یک بازی فشرده برای هر دو تیم بود آنها موقعیت داشتند ما هم موقعیت داشتیم و این شو گفتن گیز است این اولین جام من به عنوان کاپیتان لیورپول بود پس باید از این لحظه خاص لذت ببرم همیشه باید از لحظات خوب لذت ببرید و این قطعا یکی از آنها است ما هرگز این چیزها را دست کم نمیگیریم ما بسیار خوشبختیم و امکان داشت که در این بازی شکست بخوریم اما ما این کار را نکردیم حتی با تمام مشکلاتی که قبل از بازی و در طول بازی داشتیم کارمان را به خوبی انجام دادیم و بله من بسیار به تیم افتخار میکنم او درباره درخواستش از یورگین کلوب برای حضور در جشن قهرمانی داخل زمین گفت من میخواستم او در کنارم باشد و خوشحالم که با درخواستم موافقت کرد این یک لحظه غرور آفرین است یک لحظه خاص و چیزی که برای همیشه دوستش خواهم داشت کاپیتان لیورپول درباره چالش های پیشروی تیمش گفت ما تا پایان فصل به با همه بازیکنان نیاز داریم باید از این لحظه لذت ببریم و بعد برای بازی های پیش رو آماده شویم اوقات زیبایی است و ما نباید این زمانها را بدهی فرض کنیم ما باید به دنبال ها برویم و مشتاقانه آنها را دنبال کنیم یورگن کلوب در نشست خبری پس از قهرمانی درباره احساساتش پس از گل در هنگام فندای گفت خیلی آن گل را دوست داشتم در آن لحظه واقعا احساس خیلی خوب به من دست داد آنچه در کنار زمین میبینم بسیار استثنایی است شاید دیگر هرگز نبینمشان نه به این دلیل که من در کنار زمین هستم چون این چیزها همیشه در فوتبال اتفاق نمیفتد. او درباره کسب عنوان قهرمانی با ترکیب جوان به دلیل های زیاد در دیورپور گفت به من میگفتن که یک عبارت انگلیسی وجود دارد که میگوید شما با بچه ها جام نمیبرید من این را نمیدانستم باید بگویم تا 20 سال اخیر این خواست در اینجام است که تا به حال کسب کردم این جام کاملا استثنایی است ای کاش می توانستم بیشتر اوقات احساس و غرور کنم اما نمیتوانم سرمربی لیورپول درباره عملکرد واتارو این دو هم عنوان کرد مطمئنم او برای سه یا چهار سال دیگر با لیورپول قرارداد امضا خواهد کرد او یک ماشین و از نظر فوتبالی استثنایی است مغز دفاعی او فوقالعاده است این سرمربی آلمانی همچنین درباره قدرت رهبری فندایک گفت دوست دارم درباره بازیکنانم صحبت کنم واقعا او را دوست دارم فندای که از اولین روزی که به لیورپول آمد فوقالعاده بود از تمام اعضای تیم بازیکنان و کارکنان تشکر میکنم که این شب خاص را رقم زدند سپاس گذارم از امراهیتان در پناه خداوند بزرگ باشید